چهارده آواره روهینگیا به هنگام تلاش برای ترک بنگلادش جان باختند به گزارش شیه و افز به نقل از یورونیوز در پی غرق شدن یک قایق حامل پناهجویان روهینگیایی در آبهای ساحلی بنگلادش دست کم چهار نفر جان باخته و حدود هفتاد نفر به وسیله نیروهای امدادی نجات یافتند مقامات محلی در بنگلادش با اعلام این خبر تصریح کردند که پناهجویان حادثه دیده قرار بود با قایق از بنگلادش راهی مالزی شوند شمار زیادی از شهروندان روهینگیایی میانمار که به دلیل خشونت توسط مقامات محلی از این کشور گریخته و به بنگلادش پناه آوردن برای گریز از فقر و فلاکت و شرایط دشواری که در اردوگاه های بنگلادش با آن دست و پنجه نرم کنند راهی کشور مالزی می شوند تا در آنجا زندگی بهتری را جستجو کنند سخنگوی گارد ساحلی بنگلادش نیز گفته که دو قایق بزرگ حامل پناهجویان مسلمان روهینگیا سواحل منطقه بازار کاکس را به مقصد مالزی ترک کردند به گفته مقامات محلی سفر پناهجویان روهینگیایی به سوی مالزی عموماً از سوی قاچاقچیان انسان تدارک و برنامه ریزی می شود نیروهای امنیتی بنگلادش از سال گذشته میلادی تا کنون بیش از 500 روهینگیایی را هنگام عزیمت غیرقانونی به سوی مالزی در روستاهای ساحلی و یا بر روی قایقهایی که پناهجویان را حمل می کرد متوقف و دستگیر کردند. همچنین گفته می شود که هفت کاچاخچی انسان سال گذشته میلادی در جریان درگیری با نیروهای پلیس محلی کشته شدند. شماران دست از مسلمانان روهینگیایی رو که سال 2015 از بنگلادش و میانمار گریخته و تلاش کردند خود را به کشورهای تایلند، مالزی و یا اندونزی برسانند حدود 25 هزار نفر گزارش شده است. گفته می شود که صدها تنیز در این میان بر اثر حوادث مختلف در جریان سفر جان باختند.